پاسدار حاجی زاده سرکرده حافظه سپاه پاسداران روز 8 آذر اومد به صحنه گفت که خیلی از جوانان ما فریب خوردن و بعد هم به اصطلاح خواست از اونها التماس کرد که فریب خوردگان اغتشاشات باید توجیه شوند، باید دشمن را بشناسند و بعد از اونها سوال کرد که وقتی مجاهدین ما را دعوت به آشوب می کنند آیا باید دعوت آنان را قبول کنیم؟ برای بررسی صحبت‌های این پاسدار حافظه رژیم همراه هستیم در این بخش از برنامه با خانم سهیلا دشتی از سوئد. سلام می‌کنیم به شما خانم دشتی و خوش آمدید به این برنامه. با سلام خدمت شما و با سلام به تمام بینندگانتون هر جای دنیا هستن. من قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم بزنید احساسمو از پیروزی مردم در مقابل تیم خامنه‌ای بگم. یک جشن همبستگی بزرگ بود. شاید این شادی نباشه که حق مردم ایرانه، اما من فکر میکنم که به ورزشکارهایی که در خدمت خامنه‌ای بودن درس اخلاق دادن، بهشون یادآوری کردن که شما نمیتونین روی شونه های مردم سوار شین و صدای از اونجایی که صدای مردم باید باشین برین صدای دیکتاتور باشین. من واقعا خیلی برانگیخته شدم به خاطر حرکت مردم و این همبستگی رو که نشون دادن. گفتم این احساسمو بگم. یه تجربه تاریخی رو در سینه تاریخ به ثبت دادن که وقتی یک تیمی خلاف میل مردمش و خلاف آرمان مردمش حرکت کنه چنین فاجعه‌ای رو به وجود میاره. در واقع اینجوری مردم پاسخش رو میدن. حالا خانم دشتی شما بتونید در رابطه با صحبت حاجی زاده اول به این سوال پاسخ بدید که مخاطب پاسدار حاجی زاده توی این صحبتاش چه کسانی هستن؟ دارین حرفا رو خطاب به کی میگه که ببینم فریب خوردگان باید بهم توجیه بشن اینا؟ بله، من قبل از این من فکر میکنم مثلا وضعیت رژیم جوریه که یک به اصطلاح سرکرده فضا و هوا میاد راجع به مسائل داخلی و مسائل روی زمینی حرف میزنه. این خودش نکته جالبیه. دوم اینکه پاسداره، یعنی اینکه دقیقاً معلومه که تمامی دستگاه خامنه ای نزدیکترین دستگاهش به سپاه پاسداران هست تو این به اصطلاح وضعیت فلاکتبار رژیم دست دارن و میخوان یک جوری به خامنه ای کمک کنن. این دوتا چیزی که من دیدم. اما موقعی که میبینم اینجوری میره توی مدرسه دخترونه، بیشتر از این مدرسه حرف میزنه که این مدرسه دخترونه احتمالاً از همون مدارسی مثل مدرسه شاهد هست که بچه های نزدیکان نظام یا مثلا اونایی که به اصطلاح شهید شدن یا جانبازان یا بسیجی ها میرن و در جواب شنیده میشه که موقعی که میگه نمیدونم میدونین که مجاهدین چند نفر رو کشتن، اصلا نه جوابشو میدن نه واکنش. این حرفای خودشه، نه واکنش بهش نشون میدن، در عوض میگن که چرا ما رفراندوم نداریم و این عصبانی میشه که میگه باید به مردم درس دشمن شناسی بدین. این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه رو نگاه کنین که سعید قاسمی رو همه میشناسن، پاسداری بود که فرمانده لباس شخصی است، کسی هستش که مردم رو تو تمام قیام‌های گذشته وحشتناک نیروهاش سرکوب میکردن، اصلا از کشتن و از شکنجه کردن لذت میبرد، مردم رو تهدید میکرد که کهریزکیتون میکنیم، نه به اون شکلی. حتی مثلا از کشته شدن رامین پوراندرجانی که یک دکتر رامین پوراندرجانی که ما خبرهای جنایتایی که تو کهریزک رو انجام شده بود خبر دادن، از کشتنش ابراز خوشحالی کرد. همچین آدمی تو این شرایط این روزا میاد یه عکسی از خودش پخش میکنه که یه لباس مثلا کارگری پوشیده، یه کلاه محافظم سرشه، من دارم خونه سازی میکنم و از دورم از اینجا. خب نشون میده که حرف حاجی زاده دقیقاً همون امتداد حرف خامنه ایه که به بسیجا گفت توی ما نفوذ کردن، یعنی رو به خواصه، خواصی که بدنه به اصطلاح قدرت خامنه ای روشون سوار شده بود. خبرهایی هست که میگن تقریباً 25% از اونایی که دستگیر شدن، از 30,000 نفری که دستگیر شدن، از بسیجا و از نزدیکان نظام هستن. به هر حال این وضعیتی که رژیم و به خصوص خامنه ای توش به اصطلاح قرار گرفته آنچنان براش سخته و مثل منگنه از هر طرف بهش فشار میاره که اگر دست به سرکوب بیشتر بزنه خب طبعا از خواص خودش هم باید بریزن، نمیتونه سپاه پاسداران رو علنی وارد میدان کنه. از اون طرف دیگه هم خب به هر حال قیام شعله ورتر شده، گسترش بیشتری پیدا کرده و همه میدونن که الان مسئله به اصطلاح تمامی خواست مردم ایران سرنگونی کلیت نظام است. این شرایطی هستش که خامنه‌ای داره توش به سر میبره فعلا و نیروهای
نزدیک بهش که دارن ازش جدا میشه. اینطور که من از صحبت شما برداشت کردم خانم دشتیش، منظور شما این هست که حاجزاده داره به خواص این حرفا رو میزنه که اونا حداقل یه تأثیری بذارن روی اون بدنه رژیم، یعنی در حال میشه گفت که این یک نوع خطاب صحبت است به عناصری از داخل رژیم. ولی خب سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که اگر اینو در درون خودشون مشکلی دارن، چرا این نوع اختلافات خودشون رو علنی میکنن اینجوری؟ یعنی میاد یه همچین مصیبتی که براشون وجود اومده که به اصطلاح خواصشون پشتیبانی نمیکنه ازشون، رو میاد اینجوری با این لحن و با این نوع صحبت ها علنی میکنه؟ نمیتونن این مسئله رو در درون خودشون حل کنن و دنبال کنن؟ سعی کردن نشد. حتما خبر اینو دارین که مجتبی خامنه ای، پسر خامنه ای رفته بود با زهرا رفسنجانی ملاقات کرده بود، یعنی از دو سر خبر رو روزنامه وارسیلی جورنال نوشته بود و به هر حال نتونستن، یعنی این کارا رو دارن میکنن. منتها فکر میکنه با این ترتیب میاد درد خودش رو، مثلا اون نیروهای پایین تری رو به خودش جذب کنه، چون از خواص که بریده. من فکر نمیکنم که خواصی که چه از تو حوزه های علمیه قم یا نجف یا هر جای دیگه، به هیچ کدوم به خامنه ای جواب ندادن، موضع گیری نکردن، ولی هیچ کدوم پشتیبانی ازش نکردن. خب واقعا باعث شرمندگی این علما هم هست که نتونستن تو همچین وضعیتی طرف مردم باشن. اما نزدیکای خودش هم ازش جدا شدن. تنها چیزی که میمونه، من فکر میکنم این به این حالت یه مظلوم نمایی، یه بدبخت بیچارگی که آی مردم میام که وقت خواص نیستن، حالا بسیجی ها، جوونا، نمیدونم اونایی که رفتین توی تشییع جنازه سلیمانی شرکت کردین دیگه بهترین حالتش هست، شما بیان کمک کنین که نذارین رشته کار از دست من در بره. یعنی تمام کارهایی رو که میتونست، همین چیزی که شما گفتین، همه رو سعی کرده، منتها جواب مثبتی نگرفته، چون قیام شعله ورتر از اونه که خامنه ای بتونه با این حرفا مردم رو ساکت کنه. در ضمن جنایت ها اینقدر زیاده و پایه خامنه اینقدر لرزانه که به هر حال اونایی که جزء خواص هستن شاید میخوان بگن که ما نیستیم فعلا توی این دم و دستگاه. و البته شما اشاره کردید به اینکه قیام شعله ورتر از اونه که بتونه کسی با این چیزها خاموشش کنه و احتمالاً روزهای شعله ورتری هم در پیش داشته باشیم در آینده. به هر حال تشکر میکنیم از شما خانم دشتی، از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و با توضیحاتتون این سوالات رو پاسخ دادید. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.